طراح صحنه معمار رویاهای ماست. واقعا طراح صحنه معمار رویاهای هم کارگردانه و هم تماشاگران. وقتی که میگم کارگردان یعنی کارگردان و بازیگر و مجموعه عوامل. معمار رویاست. اگه نگم قبل از همکاری با دراماتورژ، ولی لااقل همزمان با دراماتورژ همکاری بین طراح صحنه و کارگردان آغاز میشه. طراح صحنه باید تمام منویات کارگردان رو در قبال اثری که قصد داره به صحنه بیاد بشناسه، باش گفتگو بکنه، باش کلنجار بره. طراحی صحنه یه هنر مستقل و جدا که یک طراح صحنه بشینه طراحی بکنه و بعدم بیان به سه یه مبل بیان بذارنش روی صحنه، که اون طراحی صحنه نیست. طراحی صحنه خودش نقد میکنه، خودش حرف میزنه، نه تنها بخش عمده کار رو منتقل میکنه به تماشاگر، بلکه برخی مواقع از کارگردان هم جلو میزنه. ولی کدوم طراح صحنه؟ طراح صحنه ای که در تمام تمرینات حضور داره، مثل دراماتورژ. نمایشنامه رو تقریبا از حفظه، بازیگران رو میشناسه، سبک کارگردان رو میشناسه، اگر آثار از پیش آورده رو صحنه اون آثار رو دیده. وقتی که آنتیگون اولین کارم رو میخواستم بیارم روی صحنه در ایران در تالار مولوی، یک روز در راهپله‌های دانشکده من با یه دوستی که استاد طراح صحنه بود روبرو شدم، سلام علیک کردیم، گفت شنیدم که قراره یه کار، امروز بهش میگن خفن، اون موقع خفن وجود نداشت، من از که یه کار آنچنانی بیاری روی صحنه. گفتم نمیدونم، فعلا که داریم تمرین میکنیم. گفت میخوای من طراحی صحنه تو بکنم؟ گفتم با کمال میل. و نایمد 4 ماه گذشت. گفتم خب دیگه یادش رفته. بالاخره دیدمش، گفتم که بسیار که بنا بود شما طراحی صحنه برای من بکنید. برای کدوم کار؟ گفتم برای آنتیگون. ها، من که این طراحی رو کردم. گفتم که؟ گفت همون شب رفتم خونم نشستم طراحی رو کردم. بعد فکر کردم تو نمیخوای. گفتم تو رفتی خونت بدون اینکه بیای حتی یه نگاه بندازی به بازیگرها، به شیوه کار من، به سبک کار من، به زیباشناسی کار من طراحی کردی؟ گفت آره دیگه، آنتیگون 1000 بار اومده رو صحنه، دیگه چیز تازه‌ای نداریم بگیم. گفتم خب اگه چیز تازه‌ای نداری منم نباید آنتیگون رو بیارم رو صحنه چون چیز تازه‌ای نداره بگه. خوشبختانه علاقه من به نقاشی و داشتن کتاب‌های نقاشی موجب شد که من بشینم کتاب رو ورق بزنم. فکر می‌کنم دومین یا سومین کتاب بود که باز کردم آثار وان گوگ بود. تابلویی رو که من بهش رسیدم تابلوی یک کانال آب بود که از میون شهر میگذشت، چون دکل داشت هر موقع به یه پل میرسید این پلها رو طوری ساخته بودن این باید بلند میشد تا کشتی عبور کنه دوباره این برمیگشت سر جاش. من طراحیم رو پیدا کردم از برکت سر وان گوگ و شروع کردم کار کردن. اونقدر به یاد موندنی که هنوزم انگار میخوام اشک شوق بریزم، هنوزم دلم میخواد آنتیگون رو به اون طراحی یه بار دیگه بیارم رو صحنه. شکار روباه نوشته بنده بود با دراماتورژی مثل همیشه محمد چرمشیر. این اثر تحت تأثیر سرنوشت آقا محمد خان قاجار، چگونگی به قدرت رسیدن و چگونگی حفظ قدرت و به هر قیمتی حفظ قدرت نوشته شده بود. من 10 تا طراحی نکردم، حتی 3 تا طراحی اتود نزدم. از ابتدا
طراحی صحنه من این بود. تالار وحدت، صحنه عظیم تالار وحدت با عمق 36 متر که از 4 مترش استفاده نمیشه، فقط از 12 متر اولش اصولا استفاده میشه. دیوارهای سر به فلک کشیده سفید با کاشی سفید، هر سه تا دیوار. داخل این دیوارها کشو بود. اینجا یه پزشکی قانونی یا به عبارت دیگر یه مرده‌شورخونه بود. سفید با کشوهایی که جنازه مقتولین رو، کسانی که اعدام شده بودن به دستور آقا محمد خان، می آوردن روی برانکارد آهنی و زنی که نگهبان اونجا بود می پرسید اسم رضا قلی، جرم مظنون، این اسم و رسم رو می نوشتن و به شست پای خدا بیامرز آویزون می کردن و کشو بسته می شد و در طول نمایش این کشوها پر می شد. میتونم بگم که به همون اندازه که متن حرف داشت بزنه، طراحی صحنه هم حرف داشت بزنه و میزد. فرزنده محمد حسن خان قاجار، جور مخالف، سن 24 سال. چرا این همه عجله داشتی برای مردن رضا قلی؟ دیگر نه اشکی برای مردنت هست، نه اندوهی برای جوان مرگیت. نامت از یادها خواهد رفت و یادت برباد می شود در این سرزمین خون و خیانت. مهمترین انقلابی که در صحنه تئاتر از سالهای واپسین قرن 19 شروع میشه و تا امروز ادامه داره، تبدیل شدن مکان نمایشی به فضای نمایشیه. طراح صحنه نمیاد یه خونه بسازه رو صحنه، یه سالن نشیمن بسازه، یه کارگاه بسازه. از همه اینها میتونه علائم و نشانه هایی رو انتخاب بکنه و در یک فضای خالی از اونها بهره بگیره و بازیگر ازشون استفاده بکنه. ولی مکان نیستند و مهمترین هنر بازیگر در بازیگریش اینه که بتونه اون فضا رو از برکت بازیگریش تبدیل بکنه به مکان. یعنی تماشاگر بدون هیچ نوع زحمت و فشاری به خودش کاملا میدونه که الان بازیگر داره بر فرض در یه گورستان قدم میزنه. ما یه فضا خلق میکنیم، هرچه ممکنه مینیمالیست، هرچه ممکنه حد اقلی به عبارتی. و بنابراین این بازی بازیگر و شیوه اشغال کردن فضاست که اون فضا رو تبدیل میکنه به مکان. و به خصوص وقتی از زمانی که مکان تبدیل شد به فضا، دست طراح صحنه به غایت باز شد. چون میدونید در تئاتر ناتورالیست تئاتر محدود به همون ابعادی که پیش روی تماشاگر قرار داره. تئاتر ناتورالیست 1 سانتی متر هم نمیتونه این دیوار رو هل بده، ولی در فضا میتونه 10 کیلومتر باشه، میتونه با نگاه کردن ببینه که اون کوهستان قلش امروز پر برفه. در تئاتر ناتورالیست چنین جمله‌ای گفته نمیشه. ببین چه برفی نشسته روی قله کوه، ببین خورشید چجوری از پشت تپه ها اومده بیرون، دریا رو ببین. این فضاسازی، یعنی فضا
بی انتها میکنه عرصه بازی بازیگر رو، نگاه بازی بازیگر رو. اصلا شاعر میشه بازیگر روی در یک فضا. من که فضا رو خلق یعنی من که مبتکر تبدیل شدن مکان به فضا نیستم. این رو در آغاز قرن آدم هایی مثل میرهولد کشف کردند، آپیا کشف کرده، گوردون کریگ کشف کرده. اینجا همه چی شده دیوار، دارم گم میشم میونه این دیوارا. به من گفتن همه جا رو ببندم، نه نوری به این خونه بیاد نه هوایی. میبندم پپه منو یادت میمونه، چشماشو یادت میمونه. عجب شبه عجیبیه، یکم ترسناک هستا، ولی من یکی که دلم میخواد تا صبح بیدار بمونم. ولی باید بری بگیری بخوابی. بشین. آپیا یه جمله معجزه آسایی میگه، یکی در رد ناتورالیست ها، یکی در ستایش نظریات مخالفین ناتورالیست. میگه ناتورالیست ها روی صحنه یه جنگل میخوان خلق بکنن، آخرش هم نمیتونن. چجوری میشه به کمک تخته و مقوا و نمیدونم قلممو یه جنگل خلق کرد؟ هر کاری بکنن خودشون رو هم بکشن، جنگلی خلق نمیشه و یک عمل مضحک و خنددار را موجب شدند. در حالی که من آدولف آپیا پیشنهاد میکنم بازیگر اینقدر تربیت شده باشه، اینقدر رشد حرکتی، رفتاری، کرداری پیدا کرده باشه، اینقدر مسلط باشه به حرفه خودش که بره روی صحنه اوریان و روی اون صحنه اوریان در جنگل بودن رو بازی کنه. تماشاگر دیگه نیازی نداره این تخت سله و مقواها رو نگاه کنه و فکر کنه که و قبول بکنه بهش حقنه بکنیم که این جنگل. نه نه، تماشاگر تخیل داره، شخصیت داره، فرهنگ داره و باید بازیگر بتونه صحنه خالی رو تبدیل به هر مکان دیگر که لازمه بکنه بکنه. این خون تازه که اینجاست و پاک نمیشه، این خونی که دلم نبسته و پاک نمیشه و میجوشه مثل چشمه های باغ فیل. و حالا همه این قنات و این خاک رو خون سرخ سرخ کرده. ماریا باید سعی کنی خیلی آروم راه بری، درست انگاری داری رو ابرا قدم میزنی. روی ابرا مراد خوشبالی آبی، بعدش هم نفس کشیدنه. نفس کشیدن هم بالای بله، باید طوری نفس بکشی درست انگاری یک گل با لبت گرفته باشی. ما رو عادت دادند، یعنی تماشاگر رو در جهان غرب از یک سو بدنم خوب سرایت کرد به ایران، عادت دادند که صحنه تئاتر یعنی یه جعبه صحنه اون رو به رو و یه سالن نمایش برای تماشاچی این طرف. این از زمان رنسانس شروع میشه. این تئاترها، تئاترهای رنسانسی در واقع یه جور مثل یه دایره هستند در 6-7 طبقه. در واقع این طبقات نماد طبقات اجتماعی هم هستند و علت دایره بودن این هستش که نه تنها تماشاگر نمایش روی صحنه رو ببینه، بلکه تماشاگران هم خودشون رو نسبت به تماشاگران اون طرف دایره یا چپ یا راستشون به نمایش بگذارند، جواهراتشون رو، آرایششون رو، لباسشون رو، خودشون رو به طور کلی.
اما به سالهای به اصطلاح نیمه دوم قرن بیستم که میرسیم، یعنی به از 70 سال پیش تا امروز، رفته رفته فضای صحنه‌ای، معماری تئاتر هی بیشتر و بیشتر زیر سوال رفت و مورد اعتراض قرار گرفت. وقتی که مشکین میخواد نمایش درباره انقلاب فرانسه رو که خیلی با گروهش زحمت کشیدند و برای آماده کردن این نمایش که اسمش بود 1789، وقتی که چشم مشکین میفته با اون طراح خودش به ابعاد زمین بسکتبال، مثل اینکه یه کشف بزرگی کرده باشه، میگه پیدا کردم. نه فقط برای اجرای 1789، برای تمام کارهایی که تو برنامه ما برای آینده هست همین ابعاد خواهد بود و اون ابعاد یک زمین بسکتباله. چرا؟ بین همه ورزش‌های گروهی بازی بسکتبال از یه ویژگی خاصی برخورداره و اون اینه که تماشاگر در این حال که میتونه بازیگر رو در با فردیت بازیگر رو هنگام دریبل کردن توپ، یعنی تمام ریزکاری های بازیگر رو میبینه، در این حالم همون زمانم میتونه کلیت میدون رو زیر نظر داشته باشه بدون اینکه بخواد نگاهش رو به این طرف و اون طرف ببره. هم نمای بسته رو میبینه و هم نمای باز رو میبینه و این ایدئال برای تئاتر. به همین دلیل هستش که وقتی مشکین و گروهشون با پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر جدید فرانسه که بهش میگه من چند تا سوله دارم که در اختیار گروه شما بگذارم، فوراً استقبال میکنه و پس از پایان اجرای نمایششون در ایتالیا به پاریس میان و این سوله ها رو میبینند و مصمم به بهره برداری از این سوله ها میشن. چه برای اوپرا چه برای تئاتر احتیاج هست که به اندازه ابعاد خود صحنه که دیده میشه هم طرفین چپ و راست صحنه، یعنی بیرون صحنه، هم پشت صحنه اون روبرو، باید فضاهایی به اندازه یک برابر و نیم طول و عرض خود صحنه باشه. من خاطرات و کابوس های جامع دار از قتل میرزا تقی‌خان فراهانی رو تا 36 متری عمق صحنه احتیاج داشتم و استفاده کردم. الزامی نیست شرط کار کردن یک کارگردان یا یک طراح صحنه ساختن ماکت نیست. این یکی از وجوه ذهنی من و نوع نگاه منه که اقدام به ساختن ماکت میکنم. بعد از اینکه 3D طراحی صحنه آماده شد به کمک یه اپراتور که میشونمش کنار خودم و 3D طراحی صحنه رو
آماده میکنیم، بعدن از این مسیر میرسیم به ساخت ماکت. طبیعی بود که خاطرات و کابوس ها که یه مثال و مورد نسبتا نزدیک کار ما قبل آخر منه، اتفاق خاطرات و کابوس ها در حمام میگذره، ولی شما با دیدن فضای نمایش خاطرات و کابوس ها، چه ماکتش، چه تریدی هاش و چه خود اجرا، هیچ اثری از حمام نمیبینید جز این که یه فضایی رو خلق کردم که کف صحنه میخواستم بازیگر تا مچ پا توی آب راه بره، بازی کنه و زندگی بکنه. عود و کاسه ریسی، خواجه ها را به صف کنید، کنیز ها را خبر کنید، تنبان به تن شاه کنید. کجاست میرزا تقی خان؟ نه نه، اگر جرأت میکنم به شما پیره کنم، به خاطر اینکه میخوام تنها عشق به شما باشم. من همیشه تکرار کردم، همیشه گفتم که از نظر من تئاتر برای دیدنه. دیدن چی؟ دیدن دکور، دیدن چشم‌انداز زیبا مثلا؟ نه، در وهله اول دیدن بازیگر. بازیگره که تصویر می‌سازه با رفتارهاش، با حرکاتش، با نحوه اشغال فضاش، با طرز قرار گرفتن در فضای صحنه‌ای تصاویر زیبایی میتونه خلق کنه، به شدت چشم نواز. ماکت تخیل کارگردان رو فقط گسترش نمیده، به بازیگر به شدت کمک میکنه که الان کجاست، الان فاصلش با اون در ورودی یا با اون طرف صحنه یا با پارتنر چقدره. یعنی همه چیز، من میخوام همه چیز تجسد پیدا بکنه روی صحنه. خب من داشتم، خب حالا من نبودی، داشتم گفتم اینا باید آجر رو در بیارند، چهار تاشو دادم، دو ردیف، سه ردیفشو، بله، که بتونن ببینن و به این طرف منتقل بکنن. این پرده توره. آها، این جلو پرده توره. این پرده توره. بله، این پرده تور نیست، این هم نیست. من به عنوان خدمتگزار بازیگر خودم رو تلقی میکنم که باید در این خدمتگزاریم مسیری رو که بازیگر باید طی بکنه، چه در ایام تمرین و چه در هنگام اجرا، باید اون مسیر رو براش هموار بکنم. خب به همین دلیل هستش که ماکت رو خیلی زود میسازم که تو سالن تمرین روی میزی قرار داره و اگرم که بازیگر متوجه حرفای شفاهی من نیست، میبرمش کنار ماکت، میگم ببین تو الان این جایی، باید اینجا باشی. حتی وقتی که اگر بنا باشه کسی برای نمایشی که دارم کار میکنم بناس موسیقی بسازه، اون آهنگساز باید ماکت رو ببینه، چون ببینه که تمام ملودی هایی که قراره بسازه، سمفونی که قراره خلق بکنه، در چه فضایی قراره پخش بشه، منعکس بشه. ماکت جلوی غافلگیر شدن بازیگر و کارگردان رو هم میگیره، برای اینکه یه مرتبه دکور ساخته میشه، اگر ماکت ساخته نشده باشه و ما با مشکلاتی مواجه میشیم با در دکور که دیگه شب اجرا یا دو روز سه روز مونده به اجرا نمیتونستیم اون اشکال رو برطرف بکنیم. ماکت جلوی هر گونه اتفاق منفی، اتفاق غافلگیر کننده رو هم میگیره. دست که نظری که میتونم بکنم که به طور کلی از رنگ های تیره
به هیچ وجه استفاده نشه. رنگ اولیه خیلی لطیف و زیبا بوده و توی اسپانیا و ایتالیا الان هم شما معماری ها رو ببینید بیشتر تو این مایه رنگ این نوع ترک ها بایستی پایین دیوار باشن، اون بالا دیگه ریخته شدنه مثل همین نقاشی که بود. توی همین هاست که این اینو ببینین توی این ریختگی ها بیشتر دیده. آره خب ما اومدیم و آجرچینی کردیم و پیشبینی کردیم مثلا دو تا پنجره بناس آجراش ریخته بشن تا نیمه، اونا نه. ولی یه مرتبه تو تمرینات و تو بداهه ها و تو خلاقیت گروهیمون به نتیجه برسیم که هر پنج تاشو میخوایم باز بشه. بعد چیکار کنیم؟ چیزی از این دیوارا رد نمیشه و توی این خونه نمیاد. به من گفتن همه ی درا رو ببندم، به من گفتن همه ی پنجره ها رو ببندم. نفس بکشید، ولی صدای نفس کشیدنتون رو نشنوم. من مادنا دولورس خوزفا برنارد آلبا اعلام میکنم همسرم آنتونیو ماریا بنویدیس دونالبا مرد.